سوالی دیگر گفتن کدام برادر ما گفته است که حضرت نوح هزار سال عمر دیدگی است. در یک معرکه گفتن که این امکان ندارد که آدم هزار سال عمر ببیند. داملا آیا همین حضرت نوح هزار سال عمر دیده یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، ما سوره داریم به نام عنکبوت، یعنی عنکبوت هم تارتنک میگن. در آیت 14 خدای مهربان میگه که فلبی سفیهیم الف سنتین الا خمسین عاما، عمر حضرت نوح را میگه. حضرت عبدالله ابن عباس تفسیر کرده سمین آیت که حضرت نوح میگه در 40 سالگیش پیامبر شد، 950 سال دعوت کرد، 950 سال دعوت کرد. بعد آنه که دنیا زیر آب ماند، با 60 سال دیگر بعد دنیا را آب گرفتن، باز حضرت زنده بودن. یعنی جمع 1050 سال به قول حضرت عبدالله ابن عباس حضرت نوح حیات دیدگیه. یکان جای مقصد برادره عزیز دشوار فهمی ندارد، یکان شبه هم کدن در کنیست. اولا آیت قرآن است، دویومن که ایلت چه مفسران میگن که اگر همین خیل عمرهای دراز نمی دیدن در دنیا هیچ کنه بود. برای دنیا را آدم شد زیاد کردن، همین خیل عمرهای دراز در کار بود که چقدر آدم زیاد شد. حتی چارگانیک و ششگانیک و دیگر، حتی خدای مهربان از یک شکم بیرون می آورد تا دنیا مقصد پر از آدم شود. و دیگر این که ببینید یک کرگس، یعنی کرگس 100 سال عمر میبینه، یک پشه 2 هفته عمر میبینه. حضرت سلمان را بینیم، سلمان فارسی را، اول نزهت المتقین امام نووی میگه 350 سال عمر دیدگی های این سلمان فارس. برای این چیزی که مثال دلیل و حجت از آیت قرآن های ایده شبه کن در کاریست. یکی اینجا یک چیز دیگر را نازکیش را گویم، حضرت نوح 1050 سال عمر دید، لیکن همگی از قومش 80 کس ایمان آورد. من حساب کردم یک 12 سال یا 13 سال در یک آدم ایمان می آورده. ولی پیامبر نازنین و وقتی در 23 سال دعوتش، وقتی میگد آخران حجت الوداع که دیگر بعد همو از دنیا گذشت، 120 هزار زیاد مردم علکه مسلمان بودن. تصور کن که در 13 یا در 12-13 سال یک کس ایمان می آورد از حضرت نو، ولی در پیامبر من حساب کردم سر هر 5 روز یک کس ایمان می آورد است. چقدر الله مهربان با پیامبر خودمانم مرحمت زیاد کرده است. و روز قیامت هم از همه امت زیاد، امت محمد صلی الله علیه و سلم.